بانوی خانه ام یار دردانه ام بانوی خانه ام یار دیدمت پشت دری چون قلبم شعله بری دیدمت پشت دری چون قلبم شعله بری اگر بری کنار قبر امام هشتم مادر او زهراست، اگر بری کنار قبر سید الشهدا مادر او زهراست، اگر بری در قبر بری مادر اون چهار امام زهراست، اگر دنبال امام زمان بگردی مادر اون صدیقه کبراست، همه همتتون را در خدمت به فاطمیت صرف کنید، فردای قیامت خواهید فهمید. پیغمبر فرمود به دخترش الویل و کل الویل، ویل کل ویل برای کسی است که به تو ظلم کرده. این یک کلمه. کلمه دوم اینه و الفوز العظیم لمن نصرک، فوز عظیم برای کسیه که تو رو یاری کنه. اون پرچمهایی که روز شهادت حضرت زهرا بلند میشه، همه اینها علمیه که به اسم نصرت او افراشته میشه و شما دارید به اون پرچم میگید ای دختر رسول خدا، ای بضعه خاتم انبیا، ای مادر سید الشهدا، اگر جنازه تو دل شب دفن شد ما نبودیم خدمت کنیم، این خدمت ماست امروز. فردا که بود وعده جنات نعیم تسلیم کنم هرچه غلامی دارم. ای حمایتگرم بهترین یاورم، ای تنها هست عزیز رفتی از دست عزیز، از داغت خسته علی، از داغت خسته علی، با دست خسته علی، با دست خسته علی. Oh.
نام مرا برسون. یعنی چه؟ بعد از اون کلمات این کلمه یعنی چه؟ با اون علم محیطش این مجلس رو دید، دید در این مجلس هم چقدر سیده این فاطمه. تا روز قیامت انتشار نسلش رو دید، خواست بگوید شما اولاد منید، بگید بر من چه گذشت. وظیفه هر علوی، وظیفه هر علویه اینه که روز سوم جماد ثانیه در این مملکت با سر و پای برهنه مردانشون بیاین در کوچه و بازار، بگوین ای مادر ما این جواب سلام ما. گل بی خار من یار و غم خار من، مسیح جان منی روح و ریحان منی، با سفر کردن با چونین رفتن، چشم زینبت را تنگ مکن یا کشید. همچنون که دست رو کشید حاج علیه الهور، اون هم چه کسی؟ کسی که دنیا و آخرت را از دست داده فقط خدا. اون چه هست در نظر او؟ نه بهشته، نه جهنمه، نه دنیاست، نه آخرت، فقط ذات قدوس حق. یک همچه قلبی، یک همچه روحی. وقتی دستشو کشید حاج علیه الهود گفت ای کاش من هم مرده نفسی علا ابكي ابكي مخاوف.